شتابان. بفرمایید مادر جان. بفرمایید مادر جان. بفرمایید. بیا بشین، بیا بشین. خب چقدر دکتر؟ مامان جون چقدر دوا؟ اصلا افاقی نمی کنه مادر، تخمه چشم داره اصلا میزنه بیرون. خیلی درد بردیه. شما بریم به کارتون برسید مادر. برو، خیلی زحمت کشیدی. نه مادر جان، کار نکرده ما. مامان جون شما فقط باید آروم باشین، استراحت کنین، حواستون باشه. باشه. قرص داده به مامان. آقا شنبه امروز حواست باشه. مامانم بعد دکتر چی گفته؟ گفته استراحت مطلق دیگه. آرامش کامل باید داشته باشه بدون هیچ سر و صدایی. پشت در ایستا کن شوش تکون نمی‌کنی یا خب؟ استراحت مطلق تا مامانم میگرنش خوب بشه. قربونت برم. ولی بیرویت تو خمه چشما یک مادر شکو که بیشتر نداره. ببین امروز هم چیز کن دیگه، همه کارا رو بکن، دربر سر اختیار مامانم. اولا برو اون ظرفا رو بشور، سینک پر ظرف چرکه، بعد نهارم دبه دوغ برات گذاشتیم. نه خیلی لازم نکرد، من خودم همه کارهای مامانم رو میکنم. ماما امروز پیشتم همه کاراتو میکنم. قربونت برم، تو هم خسته شدی از صبح تا لحظه. از صبح که میری سر کار، حالا یه امروز هم همش درگیر من بودی. برو مادر تو برو استراحتتو بکن، قربونت برم. نمیخواد. راست مگن رانو خانم، شما بفرمایید من خود انجام بدم، هر کاری باشد من انجام بدم مادر جان. نه آقا شمه، تو هم که از صبح تا در به در کارای من بودی، از این داروخانه به اون داروخانه رفته، این داروها رو گرفته ولش آوردی. مادر جان پاشین برین هر جفتتون برین استراحت بکنین. پرستو هست دیگه، پرستو کارامو انجام میده. ماما من امروز خودم کلاس دارم، درس دارم. حالا کلاس داری که داری، یه روزم نرو چی میشه؟ خب اگه پرستو دلش نمیخواد بمونه که من خودم میمونم ماما جون، همه کاراتو خودم انجام میدم. تو برو. دختر هم دخترای قدم، باور کنید مادر جان در ولایت ما وقتی مادر مگرل میگرفت همه ی دخترها اینا اونه پروانه میدونم. میبینی آقا شمبه؟ آره خوشم. بس آقا شمبه اینقدر سوسه نیا، اصلا لازم نکرده، من خودم هستم، مخلص مامانم هستم. به شما، شما با رد کارت برو. دبه چی؟ دبه دوق. به هر حال من که از خودم بود که بمونم و واسه مامانم کاراشو انجام بدم. نه مادر جون قربونت برم، پاش برو، پاش برو استراحت بکن. پرستو همه کارا رو میکنه. خیلی خوش، من رفتم قربونت برم. سر صدا نکنی یا مس نسا. آقا شام ببین، مادر جان شما کوچیک ترن صدای بزنید، یعنی ببین 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 چی شام بابا گیت من در رو چی جوری کوبیدم؟ دیدی مامان رانا اینجوری ها میخواد همینجوری بره رو اعصاب آدم. محسر زدی یه لغت به گربه نمیزنه چهار تا موشو خوشحال کنه. چطور اینجا بود حرف نزدی؟ چطور رپ پشت سرش حرف میزنی؟ ای از صبح تا دنبال کار من بوده دیگه. یه خدا خیلی چشماتو هم بذار. خب مامان جو من نرسیدم بیا، چه یه ذره منطقی نیستی. واقعا من نتونستم بیام که میدونی که من محبتم. تو اگر میرسیدی هم از این کارا نمیکرد. تو همجا رو هوایی برای خودت مامان دیگه. تو کی به من رسیدی که دفعه دومت باشه؟ خیلی بابا خیلی سلامت بابا. خوش اومدید. دیگه جون شما جون مادرتونو اذیتش نکنید. مراقبش باشید. راحت 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 بابا، سوغاتی یادت نره ها. مگه میشه من یادم بره دختر؟ حامد از قول من خدا پسیدون سلامم بهش برسون. شکوه کاری نداری. سلامت آقا منصور. برو فقط مواظب خودت باش. باشه. شنبه جون مراقب خونه باشا. بله خیالتان راحت باشد. شما برید با خیالی راحت. هر چی سفر طولانی‌تر ما خیالمون راحت‌تر. شما برو. متشکرم. آقا منصور اگه کاری چیزی هم داشته حتما یه زنگی به من بزن. برو. دلم برای تو خیلی تنگ میشه. بابا مگه میخوای سفر قندهار بری؟ خب میری بر میگردی دیگه. برو بابا، برو خیالت راحت باشه. ما هستیم دیگه. بده به سلامت. نه ببخش من اینو آورده بودم به نیت خدا که بودم. بری من حال قضیه رو بکنم. همینو میخواستی خیره؟ خیره چی؟ بل نمی کنن، یه کاسه آب نمیگذره. زبط کن ببینم، اینجوری میخواستید مراقب مادرتون باشی؟ آخه ببین چی کار میکنم واسه یه کاسه آب؟ اصلا من آب نخواستم بابا، نمیخواد پشت سرم آب. حالا پدرتم میرد تو مسافرت تیکه تیکه میشه، بعد خوب از این کاسه را تیکه تیکه کرده. نسا حالیشو نیستش که بلش کن شکر، تو خواهی تا نگره نکن بابا. برو آقا مسئول، برو الان از هواپیما جا میمونی. برو من رفتم. خدا برو به سلامت. خدا حافظ. ما هستیم. خیلی خوش آمدید منصور خان. خدا حافظ. شهر رفتم. خدا حافظ. شبا در رو قفل کن. چشم خیال کنم بابت خانه راحت باشه. خدا حافظ. کاسه نمیزنه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. به سلامت منصور. مواظب خودت باش. هنه نرفته دیلی آدم تایم میشه.
دارو خانم دارم بس نیست تو دارم برات یه بار بابا این مادر رو اینقدر هیرس نده دیگر بیباره تو چرا اینجوری شدی؟ بیادم ببندشون بیا مادر این آسه نشد در کمک کن کمک کن پسش کار میکن ای خب بیا مامان چون بیا بری بشی آخی مردم بشی من بمیرم برات بگردم خدایی همچین دردی رو به گرگ بیابون نده الهی فدات شم مامان خیلی درد اصلا کلن بده خیلی منم سردرد میگیرم گاهی وقتا مامان امروز و قشن شما آرامش داشته باش استراحت کافی بکن همه کارا رو ما داد و دخترها واسط انجام میدیم خب و ناهارم میخوای رنو قیمه درست کنیم برای مامان نه قرمه سبزی نه قیمه قرمه سبزی نه قیمه مادر جون برم اون گوشتشو گذاشتم الان سبزی قرمه سبزی رو درآوردم بیرون باز مثلا همون غذایی که رنا دوست داره قرمه سبزی اینا درست کردین دیگه من که به درک دیگه مادر جان من صبح همینجوری خودم این کارو کردم من از رنا نپرسیدم چی میخواد چی نمیخواد چرا دیگه مامان جون همیشه از بعد حالا خودمونیم من بچه که نیستم از بچگی هم شما اصلا تو یه جورایی تو ناخودآگاهتون رنا رو ترجیح دادین دیگه الانم رنا قرمه سبزی دوست داره به درک که پرستو اصلا هیچ دوست نداره پرستو بس دیگه با این حال اینقدر من عذاب نده اینقدر قصه برای من نخون میبینی چی کار میکنه؟ ماما آروم باش خب اینجوری حالت بدتر میشه تو اصلا هیچ تعطیلی نمیفهمی شرایط خاص و اینا نمیفهمی نه؟ نه من شرایطو میفهمم قشنگ میدونم مامانم الان ولی ماما فرق میذاری الانم همش رنا هر چی میشه اول رنا باشه برو یه قرص براشون بیار اگه چون چه فرقی من میذارم بین تو و این آخه مگه برای منی که مادرم فرق میکنه بچه این نگاه کن آخه چه چیزایی میگه ای بابا ماما لیوانه رنا این کجا بود میدونی من 2 سال دارم دنبال این میگردم من عاشقینم اما من اینو برش دارم ببرم نه مادر جون اینو 2-3 بار این به من گفته منم گذاشتمش برای رنا بی خودم براش لباس ندوز بده به این آها بدم مرسی مامان جون قربونت برم اگه بدونی من چقدر از این خاطره دارم وای اصلا یه دو بچگی میافتم اصلا دلم براش تنگ میشه عزیزم خب منم با این خاطره دارم منم از بچگی عاشق این بودم بفرما میگم رنا رو بیشتر میکنی مادر من میخواستی زودتر بگی این گفت من اینو میخوام منم برای این گذاشتم بابا تو دنیا نیومده بودی یه روز بابا منو برداشت برد رفتیم پارک بعد اینو برام تو راه خرید عزیزم من 2 ساله بودم اینو خریدی من یادمه چرا چرت و پرت میگی رنا جون اینا داره همش باشه مامان جون باشه مشکلی نیست من اصلا اهمیتی برام نده من اونقدر آرامش دارم که اصلا هیچ اهمیتی ولی فقط شما اینو بدون هم تو ناخودآگاه فردیتون هم تو ناخودآگاه جمعی خانواده همیشه شما رعنا رو به من ترجیح دادین من اینو میفهمم بچه‌م نیستم من به خاطر رعنا این همه یخ حوض شکستم بچه بودم سلام مامان سلام مادر شب بخیر آب چرا نیست؟ آب قطعه هر از تو رو فرستادم از خونه همسایه آب بیاره تا تو دست و صورت تو بشوری باشه مامان این چیه؟ مادر اجازه همسایه هم آب نداشت اما حوضشون پر آب بود که یخ زده بود من هم یخ حوض را شکستم آوردم دختر خنگ من یخ میخوام چیکار برو بذار رو اجاق گرم بشه رعنا دست صورت بشوره گفتم آبش کنیم مامان پس چرا من نرم دست و صورتم رو بشورم برو مادر برو آب که گرم شد دست و صورت تو بشور مادر این گل را برای شما کندم گل میخوام چیکار؟ مادر یک بلوز برای من هم میبافی؟ این مال رناست هر وقت کوچیک شد تو میپوشی خوبه مادر باز آنجوری کرد دستت بکش اندازه بگیر مامان من این رنگ دوست ندارم خوبه من که اصلا یادم نمیاد اتفاقا من همین یه موردو چون اینجام گیر کرد خیلی خوب یادم نه اشتباه میکنی اتفاقا من اون روز دقیق یادمه اینطوری که تو میگی نبود اینطوری بودش که
سلام مامان. سلام دختر. رفتم صورتم بشورم، آب قطع بود. آب قطعه، پرستو فرستادم بره از همسایه آب بگیره. باشه مامان. آب نداشتن، یخ گرفتم، میذارم رو اجاق آب بشه. به خواهرتم بده. نمیدم، اگه میخواد خودش بره بگیره. خواهرته میخواد دست و صورت بشوره. نمیدم، چطور فقط بلدی واسه اون ژاکت ببافی، من هم بهش آب نمیدم. زبونت لال کن. اول ژاکت مرا بباف، بعد من به او آب میدهم. گفتم نوبت بعدی نوبت توه. اول شروع کن، بعد من به او آب میدهم. مامان باز اونجوری کرد. خیره. باز این دختر میگرن منو درد آورد. مامان جان خودت رو ناراحت نکن، من اصلا آب نمیخوام، بذار که او به کار خودش برسه. قربون تو دختر برم. آها یادم اومد، راست میگه رنا، همونجوری رو رنا تعریف میکنه. ماما فراموشی گرفتیم. ببین اینجام داری طرف رعنا رو میگیری دیگه، خدا نکنه که عزیز شه. نه خیر، طرف منو نمیگیرن. تو از همون اولش هم به قول خودت دچار این توهم فانتزی بودی که مامان منو بیشتر دوست داره، وگرنه درستش همینه. آره نه خیر عزیزم، توهم فانتزی نیست، عین واقعیت رعنا جون. فانتزیه، توهم فانتزی نیست. هست. نیست. میگم ها. میگم نیست. من بزرگترم. بچم بس دیگه آخه. مگه من نباید استراحت بکنم آخه؟ چرا مثل سگ و گربه داریم به هم دیگه میفریم؟ مامان جون ببخشید، همش تقصیر توه. آره ببخشید، من حواسم نبود. نه تقصیر من شد. پرستو تو اصلا هیچ درکی از موقعیت نداری. نه تعطیل خیلی نامردی، هامو دیگه توی خونه نمیذارم. پرستو، پرستو ولش کن مامان، میذار خب بره دیگه. خب شما مواظب خودتون باش. میبینی چه مصیبتیه؟ تام باش حرف میزنه آنی لب برمیچونه. چیکار داشتم تو میگم؟ آره نمیکردم، کار خودم میکنم، تمیز میکنم، نظافت میکنم. خیلی خوبه، چون میزنی بعدم یه خونه بذار تمیز کاری دارم برام انجام بده. نمیخوام، نمیرسم اصلا، هزار رقم کار سری من ریختی است. آره چیکار داری؟ هم چی میگه کار دارم؟ میگه پسرخاله بغبغ الممالکه. درست بس کن خواهر من، که حرف زدن است. مادر جان دستوری دادن خانه رعنا خانم در دیوارش روی کفش رو همه رو شوشته کنم. آها حالا فعلا دور دور رعنا خانومه دیگه، خوشم میاد، خوب جماعتی هستین. بعدش تشریف بیاری خونه رعنا خانم که دست بردیش. بعدش هم نمیرسم بیا دیگه. چرا بعدش نمیرسی بیا؟ بعدش هم نمیرسم بیا. واسه چی نمیرسی؟ مگه من کارگر شخصی هستم؟ من جا سیرایدرم، کاری ساختمان باید بکنم. بچه تو خونه رعنا رو تمیز میکنی؟ چی مادر جان دستور دادم؟ مادر جان گفت از من داخل خانه رعنا خانم مشیش تکنم. خب به همون مادر جان من میگم که به شما بگن که تشریف بریم منزل ما رو هم تمیز کنی. خودی نمیخواد زحمت بکشید، الان تشریف ببرید تو علمی مادر جان بگید جوابتان رو میدن. من به مادر جان گفتم میخواد اول خانه پرستو خانم مشیش تکنم، گفتن نه نیازی نیست، چشمه شوهرش در بیاد خودش شوشته میکنه تمیز بکنه. مامان من گفت اینو؟ بله. تا کل این خانواده را شفا بدهد، مخصوصا تو یکی بزاد. چرا اینجوری؟ چرا دماغی؟ ای وای، گفتم پشه رو میگیرم و نشد، ببخشید. اتفاقی افتاده؟ میدونی یخ چیه؟ به قدر نیم متر که قابل شکستن نیست؟ آره؟ منظورت چیه؟ من از نورده با میخواستم برم بالا، فرزادم اون قضیه ترقی اینا، خب افتادم با این پام له شد از دو جا، این اعصاب پای منه. خب چرا فرزاد؟ چرا مادر من اینقدر باید بین بچه‌هاش فرق بذاره؟ چرا؟ مگه فرق میذاره پرستو جار؟ خیلی فرق میذاره، هر لحظه هر جا فرق میذاره. من از بچگی یادم مامان من میگفت مثل صاب، مثل صاب، اگه نصاب یه دونه اینجوری آخ میخوابون تو گوش من هر دقیقه. خب من اگه گیرش بیارم، من فقط اگه گیرش بیارم. کیا؟ هیچی میگفتی؟ ببین فرزاد، میدونی من چرا اینجوری شدم؟ اینقدر تیک پیدا کردم، قنبات گرفتم، به خاطر اینکه من نه همه ریشه در کودکی ما داره. خب من برای چی تمام دانشگاه های دنیا منو میخواستم؟ من برای چی رفتم روانشناسی خوندم؟
برای چی من رفتم دو تر مشروط شدم؟ چه؟ تکونه خون نشست ای داده بر من دوباره به میگفتی چی شد؟ تو مگر مرگ داری بچه؟ حالا که طوری نشده بابا. چی شد بابا؟ حالت خوبه بابا؟ تو مگر سرخوش شدی؟ نمیگی بابات سکته میکنه؟ خب حالا که طوری نشده بابا. خب اگر طوری شد چی مخشوش؟ من میگم این بچه را ببریم پیش یک روانشناس بهتر است. این بچه مالجه نمیشود. از خواهر بزرگتر یاد بگیر، ببین چقدر رشید و مقبول است. این فردا خلبان میشد، تو تیمارستان میری. من تیمارستان نمیروم. میروی؟ نمیروم. من خودم میایم تیمارستان دیدنت خواهر جان. من دیوانه نیستم. بابا برایت آب بیاورم؟ نه دخترم، ممنون. این دخترمونه، اون هم دخترمونه. میبینی فروغ؟ گفتی کی؟ شکو دیگه. گفتی فروغ؟ گفت فروغ. نه من نشنیدم چه گفت. بفرما. من شنیدم گفت فروغ. آخه این فروغ کی است که نمیذارد من زندگی کنم؟ من چقدر بدبختم. بچه پر رو، مگه تو عقده‌ای هستی؟ شکو حرف اینو گوش نده، این مشکل روانی داره. برو چرا بره؟ تو گفتی فرو. رانا اینو بگید. بای چه شو؟ دختر کشت، دختر مرد. بابا مواظب قلبت باش. ماما مواظب میگرنت باش. چه کردی منصور؟ فرزاد همین شد دیگه. اینقدر به من گفتن روانی، آی نمیدونم دیوونه، آی زنجیری فلان. من ترسیم که دیوونه نشم، رفتم روانشناسی خوندم که اینجوری برخورد کنم. میفهمی؟ تشویق بود دیگه پرستو خانم، تشویق بود. آره اون وقت اون چیزی که به رعنا میگفتن چی بود؟ اگه این تشویق بود آخرم رعنا خانم هر کاری دلش خواست با موزیگری کرد و رفت همون شغلی که دوست داشت انتخاب کرد و همون کارم شد دیگه. خب خلبان که نشده که، حالا تو هم خب دیگه. اون از بیورتگی نکنه با فرزاداییش، اون از بیورتگی و خنگی خودش که نتونست خلبان بشه. تو چی کار داری میکنی؟ سسده تق 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 میزنی. پشست تنم خوب بودی دورم چرا اینطوری میکنه؟ حالا شما ناراحت نباش. ببین حالا که رفتی روانشناسی خوندی خیلی که بهتره ها. من فکر میکنم مادرت بین تو و بقیه بچه ها هیچ فرقی نمیذاره. آخه فرزاد من دوست داشتم مکانیک بشم ولی چرا نشدم؟ اینقدر دوست داشتم ولی هیچ کس اصلا منو تشویق نکرد. من مشوق نداشتم اصلا. تو حق داری ولی من فکر میکنم با تشویقای اونا شما روانشناس شدی، یعنی رفتی سمت روانشناسی. حالا این حرفا رو بذار کنار، گشنمه پاشو بریم غذا بخوریم. کجا بریم؟ به خونه مامانت اینا دیگه. آقا فرزاد من جایی که برام ارزش قائل نیستن پامو نمیذارم. بشین حملای قضا سفارش میدیم، بهترین قضا رو واسمون میارن خونه. خیلی خب تو حق داری ولی ببین من میدونی که من قضا بیرون بهم نمیسازه. حالا اگه ناراحت میشی من میرم خونه. نه برو، مشکلی نیست، من اهمیتی نداره. برو شما برو. نه تو قهری دیگه، منو برم تو قهر. من قهر نیستم، شما دوست داری برو. من برم پس دیگه. میرم برو تو هم قضا بیارم. من قضا نمیخوام، لازم نکه بفهمی. من برفتم پس. وای ماما قرمه سبزی چه عطری داره. ولی جای بابا تو پرستو خیلی خالیه. ولی حالا منصور خان مسافرت تشریف بردن، پرستو خانم که تشریف دارن، چیلا نایمدن غذا بخورن ها. آره سب کنی خب بیاد ها. پرستو خانم قهرم. آخه چرا قهر که نه آمی جان، یه قدر سر و حال نبود میل نداشت نمید. چیه میخواین آبروداری کنین؟ آخه فردا خب بگیزن تو قرقر رو قر کرده نیومده، قر کرده. من به دروگه راست میگوید، من دیدم یک مقدار حالشان خراب بود، دستشان را نشان میدادن و این حرفا. چی را قر کردن با ما؟ شانس منه آقا شنبه، شانس منه. چپ و راست میره و میاد میگه تو رعنا رو بیشتر از من دوست داری؟ خب مگه رعنا رو بیشتر دوست نداری؟ مادر جون مگه برای من فرق میکنه؟
رنا پرستو فرقی داره برای من؟ هر جفت بچه ها من دیگه. خب پس بعد از این اشتباه بزرگ درش بیاریم. من اتفاقا عین این مطلبو براش توضیح دادم، بهش گفتم تمام به اعتقادات قلبیم همین بود که شما فرمودید. مادر شکوه بین بچه‌هاش به هیچ وجه فرق نمیذاره، من اینو گفتم. بله مادر جان، همه را به یک چشم نگاه میکنن. باور بفرمایید مخصوصا در یک چنین شرایطی که مادر جان نباید به هیچ عنوان استرس برایشون وارد بشود. بیمار هستن بچه ها، باید دک میگذارم. بله دیگه، پرستو هم خیلی حواسش به سلامت مادر در ولایت ما زمانی که مادر مگرن میگیرد، باور بفرمایید دختران همچو پروانه گرد شمع میچرخند، منصور هم که بلبل مراکی برد خانه. ببخشید اگه اجازه فرمایید، من میگم که بسپرید این قضیه رو به من. یعنی شما کدوم قضیه رو؟ خب بعد بگم که زودتر میپریم میگی کدوم قضیه رو. ببین فرزاد جون، من براش توضیح دادم چون نه نه اون به درد نمیخوره عزیز من، اون به درد نمیخوره. ببینید من باید براش توضیح بدم، میدونیم میدونیم کلن حرفم همین بود دیگه. من باش صحبت میکنم، باش غذاتو بخورم. آخه هر روز قرمه سبزی داریم میخوریم، خوشمزه است. خیلی خوشمزه است ماما، قرمه سبزی. چه جونتون مادر؟ الو سلام آقا، خوبی؟ بله بله نه ببین گوش کن آقا، حق بزن حرف بزنم دیگه، من آدمم دیگه توی خونه دیگه، بزن حرف بزنم. ببین اصلا مسائل خانوادگی ما به شما ربطی نداره ها. آره گفته باشم؟ بله. ببین من روکم، من با کسی رو درواسی ندارم، من بعد رقم قاطی کردم. بله نه معلومه که به شما ربط نداره. ببینید پرستو خانم، من جای برادر بزرگی شما، شما حرفای منو با کامل بعد گوش کنید. من فقط خوبی شما رو ببینید راست میگن مادر جان، الان یه چشش کور شده. یعنی در ارتپر چی داری میگی تو؟ مادر جان به یک ماما، ببین مادر جان مثل یک دوز دریایی به یک چشم نگاه میکنه. نه حامد ببین ببین دوز دریایی کی هستی؟ بگو به یک چشم مادر جان به همه فرزندانش را به یک چشم. راست ببینید راست میگن، واقعا مادر جان همه فرزندانشون رو به یک چشم نگاه میکنن. و ببینین مادر جان عقل درستی نداره که بخواد اینجوری، بعد دائما داره کانوا میبافه. چی دوشی؟ نه بگو باید از بالا بیاد پایین. ببین مادر جان دائما باید از راه پله بیاد پایین، خسته میشه. من که بابا اجازه بدید آقا کار خودت رو بکن. من اجازه بدید، یعنی چه بده طرف صحبت کنه؟ زنم میخوام زنم یک لحظه اجازه بده، شاید من یه حرفی برخورد کردم، شاید بد صحبت کردم. شما یه لحظه اجازه بدید عزیز مشروع بزن من صحبت کنم. آره سلام عرض کردم. سلام عرض کردم. چی از شما نمیشه؟ بدید من عزیزم. من میخوام من باش حرف بزنم. بدید من. بله بیا بالا بعد صحبت. اجازه بدید من الو قطع میکنی واسه من؟ الو ببین چجور با اعصاب من بازی میکنن؟ خاک تو سرت پرستو، به جونم یه دونه داداش راه دورم یه لحظه دیگه توی خونه نمیمونم. شماره بالا رو بدین، شماره بالا رو یک بدین. دیدین چی کار کردین شماها؟ مثلا اومدین درستش کنین؟ من که داشتم درستش میکردم، من داشتم اصلا ریشه ای سازمانی داشتم میچیدم و تصحیح میکردم. شیره حرف به خود بزنه، تو که داشتی اصلا از ریشه بنیان نابود میکرده. از اولش باید خودم یه کاری میکردم که میدونم چه کارم. چی کار میکردی آقا فرزاد؟ چی کار میکردی؟ ببین مادر شکور، الان باید ما یه مراسم آشتی کنون را بندازیم، حال قضیه رو بکنیم. شما اگه زحمتی نیست یه هدیه کوچیکی بخریم. اگه اصلا قهر نکردیم آقا فرزاد، خودش ول کرده رفته لوس شده. نه بله ببین کدورت، ببین خود میارفو نزن، کدورت های کوچیک نباید بزرگ بشه، همینطوری ما ختم بکنیم قضیه رو. کدورت دیگه مادر آقا فرزاد، خودت پاشو باری یه جوری بهش بگو بیاد. باشه چشم. نترسیدی؟ نه خیر. آه نترسیدی. غذا چطور بود؟ خوشمزه بود؟ چسبید بهتون؟
پرسو داری تیکه میندازی آقا. تیکه نمیندازم آقا. آقا فرزاد من از اون موقع که تو رفتی دارم همینجا بدو بدو میکنم. گشنه و تشنه دارم اینجا مس میسوام. تو میری پایین واس خودت سفره قلمکار میندازن و قرمه سبزی میخوری و خوشم میاد. خیلی بی معرفتی. ببین من که ازت اجازه گرفتم رفتم پای خخوله مامان نابود. تعارف که نداریم باشون. تعارف داریم تعارف نداریم. نداریم. آره حاضرشو بریم پایین. پایین؟ آره. چه خبره؟ چه خبره پایین؟ شما بیا واسهشون بعد خدمت درز میکنم. به عمرن بیام پایین؟ من پامو نمیذارم پایین. من بمیرم اون روزی که بیام پایین. پرستو زشته زشته ای بابا. نمیام. یعنی چه دارن برات مراسم آشتی کنون میگیرن بگو چشم بیا بیا. نمیخوام بیام. بیام بگو چشم. نمیام. میای. نمیام. نمیخوام بیام. میگم میام. نمیخوام بیام. ای بابا. نمیتونم بیام. فرزاد میخوای تحقیر بشم دوباره؟ خدا بسه. روزا نیاره که من میخوام تو تحقیر بشی. اصلا نمیخوام. اصلا ولش کن. اصلا منم با همه قهر. منم با همه قهر میکنم. اصلا نمیشه که با همه قهر بکنم. چرا نمیشه؟ من میکنم این کارو. منو میشناسیم. آقا فرزاد من چه دیوونه ای ام. به خاطر فرزاد. نگو فرزاد نمیتونم. میگم به خاطر فرزاد. جون من. بعد درسم چی میگم بابا؟ میگم جون فرزاد یعنی چه؟ جون فرزاد به خاطر تو بگو یکم روزو فکر کنم. پرستو جون ولی اصلا الان وقتی این عدتفارا نبودا نمیدونی مامان حالشون خوب نیست. یعنی من اگه جای تو بودم و هر توهینی هم که بهم شده بود دندون رو جگر میذاشتم لام تا کام حرف نمیزدم. حالا بماند که به تو توهینی هم نشده بود عزیز دل من. من که کاری ندارم که اصلا که شیرا دگر خواهری من شما قهر کرده دگر رو بدنید که آدم قهر نره خیلی خوب خوب مثلا نیست که مسئله مجلس آشتی کنونه ها بله کنم پراموش کنید همه چیو پس به سلامتی این آشتی کنون فرخنده کف بلند دست نه اگه چی شدید یه قاهنگی ماما سرشون درد میکنه دو انگشته پس دو انگشته دو انگشته زیاده بازم زیاده پرستو خانم لاغر میمدی مامانو یه بوس میکردی دست این آشتی کنونو این آشتی کنونو آشتی همه برید تو کشتی کادوی خیلی ناقابل مادر آخی دست امیدوارم خوشت بیاد من توقع مامان بازش کن زیر اون آفتی دست شما درد کنه دست شما درد کنه من یه دنیا من قربونه رانو این همین گلدونه نبود که تو دوست نداشتی بعد پسش دادی به مامان داره چرا همونه میده به پرستو این همون گلون چیزا هست نه بابا فقط تو شروع شکری پرستو به من بهت میگم من نمیام تو تقصیر داری خیالت راحت شد آتیش بیاره مرکه بابا من کاری گلدونه نو داره چند روز من دو سه روز مسائلم پیشید و بعد جاشی کردیم بهش به اون گور از زبانت بگیرد چی را دو دقیقه زبان به دهان نمیگیری چرا این گونه برخورد بکنی ای مستهلک چاق مگر نمیبینی مادر چکوها ندارید مگر نمیبینی آنی مادر چکوها ندارید نمیبینی خب چه کار کنیم چه کار کنیم چه کار من خواستی بکنی دیگم بر بسرم سه مادر جون تو چرا مثل بچه ها قهر میکنی؟ خب مگه اب نداره مامان جون بی خیال من تالم هم تو برج زهره مار بود بی خیال خب عزیز من گفتم از این دوتا گلدون دوتا خریدم یکی برای تولد تو یکم برای تولد رعنا خب رعنا اتفاقی دید گفت من نمیخوام این یکی هم گذاشتم برای تو اه من که به تو دروغ نمیگم مادر من که چی با سرخوش شدی؟ برو چی؟ برو میخوام بیام تو این دیوار گلی وایستده جلو در من درس دارم خب درس داری که دری برو ببینم میخوام بیام کلاس اینجوری از مادرت پذیرایی میکنی؟ بازم نمیخوای حرف بزنی با من؟ چی بگم؟ خب چی میخوای نگی مادر؟ چرا از دست من آخه ناراحتی؟ همیشه همه چیزای خوب اول مال رعنا بود از بچگی که همه چی مال رعنا بود قربونت برم اصلا اینطوری نیست چرا اینجوری داری فکر میکنی تو؟ چرا همینطوره یادت نیست مامان جون مامان خانوم دخترا چشاتونو ببندین خوشحالم
یه عروسک درست حسابی به خودمون ندیدیم. خب مادر جان تقصیر خودت بود، مگه یادت رفته چه بلایی سر عروسکات می آوردی؟ وای نه، من طاقت ندارم ببینم. باز کله چو کندی؟ قاتل اون رنای بیچاره هم که تو باغچه قبرستون درست کرده بود. همیشه هرچی عروسک چینگلی پینگلی جاگنه بانا بود مال رعنا بود، همیشه عروسک های اون قشنگ تر بود. قربونت برم فدای اون چشمات بشم، همون عروسک های جینگلی بالا جینگلی پایینی که میگیم برای رعنا، خب برای تام همون رو میخریدم. منتها تو ور میداشتی تمام موی عروسک رو آنی میوردی پایین، گل سرشو میکندی، لباسشو تیکه تیکه میکردی، با سیخ تخم چشمشو در میوردی. مادر من قربونت برم. خب شاید عروسکای من در پیت بوده، عروسکای اون گرون بود. بله عروسکی منم گرون بود، تیکه تیکش نمیگرد. قربونت برم برای تو هم عروسکی گرون خریدم. یادت نیست اون سال تولدت من و بابات رفتیم یک عروسک اینقدی برات خریدیم آوردیم؟ خب دو روز بعد نه مو داشت نه لباس، فدات بشم. قربونت برم این فکرها رو نکن آخه، اصلا این فکرها رو نکن. اینطوری نیست فدات بشم. چرا قربونت برم، برای تو سوء تفاهم شده. من و بابات هر ستای شما رو تخم چشممون میذاریم، عاشق شما ستا بچه هستیم. حالا وحید یه ذره بیشتر، نه به خاطر که ازمون دوره، نه اینکه بخوایم هی بگیم وحید وحید، تو دلامون یه جورایی بیشتر از شما خود دوستش داریم. چقدر خوبه، خیلی وقت من بغل نکرده بود. الهی قربونت برم مادرم، فدات بشم. دیگه این کارا رو نکنی یا ماما جونم، بذار همیشه همینجوری تو بغلت باشم. قربونت برم، باشه عزیز دلم، فدات بش جونم. انشالله همین الان وحید و رعنا همین الان آبل و مرغون بگیرن بترکن. نه مادر جون این حرفو چی میزنی؟ مگه اون برادر تو نیست؟ نه. مگه اون خواهر تو نیست؟ نه. چرا هست؟ مادر بر شما با هم پشت هم باید باشین، همدیگر رو دوست باید داشته باشین. فردا اومدیم و خدای نکرده زبونم لال، بعد 120 سال من و بابات رفتیم، شما باید هوای همدیگر داشته باشین. خدا نکنه مامو اون روز من نباشم، شالا تو بری من میمیرم. خیلی خوب بس دیگه، بس دیگه این کارا رو بذار کنار. نه خوبه مامان، اینجوری خوبه، اینقدر خوبه. خیلی خوب، پاشو یک عالمه کار دارم. نه باید خرید برم، باید غذا درست بکنم. پاشو مادر، مامان چه خوشبویی. قربونت برم، پاشو فرش. پاشو نه همینجا هستم من فعلا. خوبه مادر جان، برو اون. نه خوبه مامانی. خب برو اون بر، حالا باز به تو رو دادم یه ذره. ببین همین کارات ها، همین کارات اون بچه، ببین هیچ وقت با مادرش این کارا رو میکنه. خب بنداز دستتو، دستم بنداز، دستم بگی بگی، و همین کارا رو میکنی که هیچ کی چشم دیدارتو نداره. بی تربیت. اومدم بابا، اومدم. سلام. سلام بابا منصور، حال شما چطوره؟ ممنونم. یه نقل میام الان میموزم. چی کار داری؟ باد بچه ها خوبن؟ خوش گذشت، خوبن، همه خوبن. ببینم چه خبر، هوا چطور بود؟ خوب بود؟ خیلی گرم. ولی معلومه ات خوش گذشت، لپات گل انداخته. بابا همش اونجا هم کار بودش. آخه ولی همش به فکر تو بودم. دستت درد نکنی. یه چیزی برات آوردم که اگه ببینی خیلی خوشحال میشی. چی آوردی؟ بگیرش اینا الان بهت میگم. باور کن اینقدر من به فکر تو بودم، رفتم تمام بازار رو گشتم تا یه دستمال کاغذی هم اسمت پیدا کردم که بهت ثابت کنم که تو رو دوست دارم. دستمال کاغذی شکو. دست درد نکنه، نمردیم و اسممون رو دستمال کاغذی رفت. شکو وای. ببین منصور جرزنی نکن، این که مال خونه است، همه استفاده میکنیم. بگو دیگه چی برام آوردی؟ بفرمایید اینم سوغاتی. حالا بریم تو بهت بگم چی آوردم. خیلی ممنونم. اینو آوردم دستمال کاغذی برای اینکه بهت ثابت کنم. دست درد نکنه منصور. ببینم موازی خونه بودی یا نه؟ من بسی چشمم موازی بد کردم. سلام. سلام.
پرستو خانوم، دخترای گلم حالتون چطوره؟ دلم برات یه ذره شده بود بابا. منم همینطور، دلم واسه همه تو یه ذره شده. ما حتی شنبه سلام حتی دیگه چه خبر؟ سوغاته چه خبر منصور خان؟ بابا تعجب برسه. خب عجله داره، سوغاتی شنبه رو بدید. خب این سوغاتیاق بز ببینم اشتباه نشه. بله درسته. این مال دخترم پرستو. اینم برای جناب آقای نزیل شنبه. مبارکت باشه. شما هم الان میرن. این مال شما. یعنی یک صورتیه؟ بله همه آقا منصور تمام اون چیزایی که سفارش داده بودم برای رنا همه رو گرفتی؟ همه رو گرفتی. بابا میگرن منم گرفتی. راستی سردردت چطوره؟ خوب شد؟ خیلی سخت گذشت این هفته. بابا یعنی همش مال منه. همش مال تو. همش مال تو. مال ماما خالی بود. اینقدر جات خالی بود وقتی نبودی. مال شما هم خانم تایی ساکه بود. دست درد نکنه. بابا ببین از شما چه خبره؟ من نمی‌بینم خوشی، راحتی. منصور وقتی خونه نیست شهر چهار خونه یه خون است که تو چشما چهار تا میشه گل هزار برجم که باشه چهار خونه بیشتر نمیشه زندگی